روزبه علی آبادی مشاور امور زیرساخت‌های اقتصادی از نیویورک در آمریکا با ماست. آقای علی آبادی، بزرگترین کمکی که در این مقطع چین میتونه به ایران بکنه چیه؟ چین دو تا استراتژی داره، یه استراتژی کوتاه مدت داره. در استراتژی کوتاه مدت چین این هستش که سعی کنه زیاد سر و صدا نکنه به دلیل نمادین بودن یا سمبولیک بودن این تحریم ها. اصلا نوع کار کردن چینی ها یا ژن کار کردن سیاسی اقتصادیشون به این شکل هست، سر و صدا نمی کنن ولی کار خودشون رو می کنن. البته طولانی مدت استراتژی چین، همونجوری که ما در کشورهای دیگه دنیا میبینیم، در آمریکای لاتین میبینیم، آسیای مرکزی میبینیم، آسیای جنوب شرق میبینیم، در آفریقا میبینیم، دستبندی میشه به چهار قسمت. یک، استراتژی سیاسی هست. دوم، استراتژی اقتصادی. سوم، اجتماعی و فرهنگی هستش. و چهارم، آموزشی. که چینی ها اگر دقت بکنیم میبینیم در سالهای گذشته این استراتژی رو سعی کردن پیاده بکنن در ایران و امروز هم داریم میبینیم که نگاه ایران به شرق یا نگاه شرقی ایران یا ورود به بازار شرق بخشی از این استراتژی هستش. سوال من مشخصا این بود که الان ایران با تحریم صنعت نفت از یک طرف مواجهه، از طرف دیگه هم تحریم های بانکی. بزرگترین کمکی که چینی ها در این مقطع میتونن به ایران بکنن چیه؟ در قسمت در صنعت نفتی ما فکر میکنیم که شما اگر امروز نگاه بکنین، ایران نفت خودش رو، نفت خام خودش رو داره وارد بازار بورس میکنه یا بورس انرژی میکنه. 1 میلیون بشکه وارد بازار شده، تقریبا 1/3 امروز درخواست برای خرید داشته. مکانیزمی که امروز دولت ایران پیاده کرده برای خرید نفت در بخش خصوصی این هستش که باید بسته ها 35,000 بشکه یا بیشتر باشه. این یک قسمت. قسمت دوم که بسیار مهم هستش این هستش که ساختار مالی این به چه شکل است. ساختار مالی امروز عرضه نفت ایران در بازار بورس به دو شکل است. 20% باید امروز وارد به صورت ریالی وارد بازار بورس بشه برای خرید نفت و 80% به صورت قسطی و میتونیم بگیم درآمد آینده، و امروز این میتونه به صورت ارزی باشه. ما فکر میکنیم در 30 روز آینده این تبدیل میشه به این ارز تبدیل میشه به یوان چین و فکر میکنیم نه تنها فقط قیمت گذاری نفت ایران به صورت ما میگیم خورده عرضه میشه در بازار چین، بلکه ما خواهیم دید که قیمت لحظه‌ای یا سپات پرایس به صورت یوان گذاشته بشه. این ما فکر میکنیم کاری هستش که چینی ها مشتاق هستن انجام بدن، حداقل کوتاه مدت. چین تا چه اندازه ممکنه که وارد چالش با آمریکا بشه بر سر نوعی از حمایت اقتصادی از ایران؟ ببینید، چین همین امروز که داریم صحبت میکنیم چالش های مختلفی با آمریکا داره. سوال اینجا هستش که چه بخشی از چالش ها یا این پورتفولیو، این سبد چالش هایی که چین و آمریکا دارن، ایران شاملش خواهد شد. چین به طور کلی سعی میکنه از بازی سیاسی خودش رو عقب بکشه، ولی در قسمت اقتصادی همینطوری که نگاه بکنین امروز شرکت های چینی که در اقصا نقاط دنیا فعال هستن به صورت میتونیم بگیم خیلی فعال در کشورهای مختلف فعال هستن، شاید در امریکا حضوری نداشته باشن. من میتونم نمونه خوب براتون بگم، شرکت زیرساخت ارتباطات و فناوری هواوی که امروز میبینیم ساختار خاصی در بازار آمریکا نداره ولی در تمام اقصا نقاط دنیا به صورت خیلی فعال داره کار میکنه. پس در نتیجه امروز از نظر اقتصادی چینی ها وارد بازار ایران خواهند شد، نفوذشون رو بیشتر خواهند کرد و فکر نمی کنم تبعات منفی داشته باشه امروز برای چین و رابطه چین و آمریکا، حداقل از لحاظ اقتصادی. و اگر در مورد روسیه صحبت بکنیم، میدونیم که روسیه خودش با مشکلات اقتصادی از جهتی دست به گریبان هست. افزایش قیمت نفت البته بخشی از اون مشکلات اقتصادی رو به نفع روسیه جبران کرده. چه کمکی روس ها میتونند در زمینه اقتصادی در روزهایی که تحریم داره شدیدتر میشه به ایران بکنند؟ متاسفانه من بعید میدونم امروز روسیه بازیگر قوی اقتصادی خواهد بود برای ایران بعد از نوامبر. روسیه امروز دو مشکل بزرگ داره که این دو مشکل نمیذاره این نقش مهم و شفاف اقتصادی رو بازی کنه در ایران. یک، خود صنعت
نفت روسیه تا حدی تحریم هستش از تکنولوژی. قسمت دوم، امروز سیستم مالی روسیه سیستم مالی شفافی نیست و امروز اون سیستم هم تحریم هستش و قدرت اقتصادی برای تأمین کردن منابع مالی و اقتصادی ایران رو امروز روسیه نداره. به احتمال خیلی زیاد بازی روسیه و شراکت روسیه شراکت سیاسی و کوتاه مدت تری خواهد بود. و این شراکت سیاسی یا این بازی سیاسی که شما بهش اشاره میکنید تا چه اندازه میتونه به ایران کمک بکنه؟ در زمینه یک مسئله مهم، اون بسته‌ای که خدمتتون عرض کردم، بسته سیاسی بودش که در رابطه با چین صحبت کردم، میتونه خیلی کمک بکنه. به چه دلیل؟ امروز روسیه یک وزن سیاسی بسیار مهمی هستش در سازمان همکاری‌های شانگهای و امروز روسیه خیلی دلش میخواد که ایران و چین و روسیه از لحاظ ساختار امنیتی سیاسی به هم نزدیک بشن. از این لحاظ میتونه کمک بکنه. قسمت دوم، در قسمت بازسازی سوریه میتونه کمک کنه که میتونه درآمد خیلی خوبی رو برای ایران داشته باشه. روس‌ها با فروش S-300 تونستن تا حد زیادی استکاک نظامی بین اسرائیل و ایران رو در منطقه سوریه کمتر کنند. این بازتاب اقتصادی برای ایران خواهد داشت در زمینه بازسازی سوریه که چینی ها هم نقش خیلی مهمی خواهند داشت. ممنونم از روزبه علی‌آبادی، مشاور امور زیرساخت‌های اقتصادی از نیویورک با ما.